این ساختمان موزه فرش ایران واقع در ضلع شمال غربی پارک لاله در تهران است. نمای بیرونی این ساختمان معماری زیبایی دارد که شبیه دار قالیبافی است. این نما طوری طراحی شده است که با انداختن سایه بر روی دیوار بیرونی سازه داخل ساختمان را خنک نگه دارد. در این موزه فرش دو نمایشگاه در دو طبقه و در فضایی به مساحت 3400 متر مربع برگزار می شود. طبقه همکف نمایشگاه دائمی فرش‌های ایرانی است و از طبقه دوم ساختمان برای برگزاری نمایشگاه‌های موقت استفاده می‌شود. در این موزه حدود 150 قطع فرش، قالیچه و گلیم وجود دارد که متعلق به قرن هفتم میلادی تا به امروز می باشد. بازدید کننده ها می توانند طیف وسیعی از طرح و نقش های مذهبی موجود در ایران را در این موزه ببینند. فرش ایرانی به عنوان یکی از برجسته ترین صنایع دستی ایران شناخته می شود. فرش ایرانی به خاطر تنوع در رنگ مشهور است. رنگ های موجود در فرش ها از 15 تا 25 رنگ متفاوت است و هر رنگ معنی خاص خودش را دارد. نقش فرش ها انعکاس دهنده اعتقادات و احساسات کسانی است که آنها را بافتند. در واقع طراحی فرش های ایرانی نشان دهنده فرهنگ، اعتقاد و شرایط محیطی بافنده آن است. فرش ایرانی یکی از اصلی ترین تجلی های هنر و فرهنگ ایرانی است. این موزه فرش های متنوع و گوناگونی را از 4 گوشه ایران به نمایش گذاشته است. طرح ها عناصر طبیعی مثل گل و پرندگان و حیوانات و یا درون مایه های کهن مربوط به قرن ها پیش را به تصویر می کشند. بعضی فرش ها شجر نامه های خانوادگی پادشاهان و اشراف را نشان می دهند. پشت هر قطع فرش داستان منحصر به فردی وجود دارد. بعضی فرش ها آینه زندگی روزمره روستاییان است و بعضی دیگر اسطوره های شاهنامه که کتاب پادشاهان است و توسط شاعر ایرانی فردوسی نوشته شده است. یک نمونه از قدیمی ترین فرش دست باف به نام پازیریک در موزه فرش ایران نگهداری می شود. این فرش از روی فرش اصلی بافته شده است. تعدادی درون مایه ایرانی و طرح‌های هخامنشی در فرش دیده می شود که نشان دهنده این است که قدمت فرش ایرانی به 2500 سال پیش برمی گردد. در این مجموعه یک کتابخانه با بیش از 7000 جلد کتاب وجود دارد
که برای محققان و علاقمندان به هنر در دسترس است.